درود بر شما همراهان خوب مردم خبر. شما بیننده بخش خبری ساعت 13 هستید و باز هم صنعت مجسمه سازی که حادثه ساز و خبرساز شده و این بار تصویر سعدی شیرازی رو نشونه گرفته. نصب یک نقش برجسته سنگی از سعدی شیرازی باعث شد که به خاطر شباهت نداشتن این تصویر به چهره واقعیش باز هم انتقادهایی رو توسط کاربرها منجر بشه در فضای توییتر. خب من یک شمه کلی بگم از این تصویر مجسمه که پیش از این تنها مجسمه سعدی شیرازی رو در شیراز ابوالحسن صدیقی ساخته بوده در سال 1331، یعنی 67 سال پیش. حالا الان تصمیم گرفتن مسئولان بیان تصویر نقش برجسته سعدی شیرازی رو در شهر شیراز بیاد نصب بکنن که متاسفانه این اتفاق به طور مناسبی رخ نداده و اصلا شبیه خودش نیست که باعث انتقاد کاربرها در فضای توییتر شده، حتی واکنش طنز رو هم بهش داشتن. مثلا کاربری گفته که یک فعال مجازی هم هستش، البته گفته من از جناب سعدی معذرت میخوام، تا جایی که میدونم سعدی بزرگوار سابقه تصادف نداشته که به این شکل تصادفی ساختنش. المان سعدی هستن ایشون در چهارراه پیرنیای شیراز. کاربر دیگه هم گفته چرا سعدی رو این شکلی درست میکنن، تو چشماش تو رو خدا با من این کارو نکنید خاصی هست. یکی دیگه هم گفته قرار بوده شبیه سعدی باشه ولی به نظر میاد استاد قبل از ساخته شدن تندیسش زیر دست و پا له شده. یعنی کی صنعت مجسمه سازی میخواد دوباره به دوران اوج خودش برگرده؟ خب این قدمتی که من براتون گفتم از 67 سال پیش که اولین تصویر سعدی شیرازی رو ساختن خودش نشون دهنده قدمت این صنعت در ایران هست و هنر مجسمه سازی کلا به 5000 سال پیش توسط ایرانی ها برمیگرده. امیدواریم که این اتفاق نیفته. حتی کاربرهای ما اومدن به تصویر جمشید مشایخی رو هم که قبلا اومده بودن درست کنن اشاره کردن و واقعا ناراحت بودن که چرا واقعا این اتفاق باید توی ایران با این قدمت در این صنعت بیفته. حالا انشالله که اصلاح میشه و مجددا نصب میشه و شاهد این چنین تصاویر و این چنین خبرهایی از این تصویرسازی ها دیگه نباشیم. بریم سراغ خبر بعدیمون و یک تکذیبیه. تکذیب خبر خودکشی مشاور احمدی نژاد منتشر شده. امروز صبح شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه عبدالرضا داوری مشاور احمدی نژاد بر اثر خودکشی در منزل خودش درگذشته که مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص این شایعه اعلام کرد که با بررسی‌های صورت گرفته تاکنون خبری در این رابطه منتشر نشده. عبدالرضا داوری طی روزهای اخیر تحت افشاگری بی سابقه رسانه‌ای همسرش قرار گرفته. برنگ تا الان این خبر تکذیب شده و خبرهای جدیدی بود بخش خبری 14 و 15 بهش اشاره می‌کنیم. با این روزها سفر رامباد جوان و نگار جواهریان که خبرساز شده و به خاطر اکران فیلم قانون مورفی گفتند که به کانادا رفتند و حالا کاربرها هم یمان زنی هایی داشتند که برای زایمان فرزندشون بوده. اما از اولی مصاحبه‌ای که گرفته شده کاربرها تصویر و ویدیوش رو دست به دست کردن که اصلا خودش توی ویدیو میگه برای اکران قانون مورفی من نیومدم. آقای رامبد جوان عزیز ما اومدن مونترال برای اکران فیلم قانون مورفی. این فیلم چه استقبالی داشته تا امروز؟ عرض کنم که من سلام میکنم به بیننده شما. من نیومدم مونترال برای اکران قانون مورفی، من اومدم مونترال در این حال فیلم قانون مورفی رو همینجا نمایش میدیم. توی تورنتو هم این کار کردیم. فیلم سختی بود که ما خیلی از ساختش خیلی کیف کردیم، خیلی هم سختی کشیدیم، ولی در نهایت فکر کنم خروجیش چیزی شد که هممون ازش راضی هستیم. آیا باز میخواید همین روند فیلم سازی و تمرکز روی من که فیلم سازی همیشه داشتم. من در طول فکر کنم 15-16 سال گذشته فیلم سازی کردم. همیشه برنامه اینه که به هر حال همچنان کار خودم رو ادامه بدم دیگه. من هم فیلم میسازم، هم برنامه میسازم، هم کار تهیه میکنیم. به
بسیار خب، این سوال خبر پایانیمون و یک جدولی رو براتون آوردم که اعلام وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در ایران رو نشون میده. از سال 87 رو مقایسه میکنه با سال 97. آمارها مربوط میشه به تعداد ازدواج ها به ازای یک طلاق هستش که میگه آمارهای نگران کننده ای هستش در کشور. در سال 87 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال 97 به ازای هر 3.1 ازدواج یک طلاق کاهش پیدا کرده. ببینید کلن جدول ها رو من برای شما توضیح میدم. نسبت طلاق به ازدواج از سال 87 تا 97 گفتن که شاخص نسبت طلاق به ازدواج رو گفته در برابر 100 رویداد ازدواج در زمان معین و کلن گفته که به طور مثال در سال 97 در مقابل 1000 ازدواج 318 طلاق اتفاق افتاده. و جدول بعدی هم که نشون میده اختلاف سن زوج و زوجه رو نشون میده در زمان ازدواج از سال 87 تا 95 رو نشون میده. تو این جدول توزیع سنی ازدواج رو نشون میده، بیشترین ازدواج ها در گروه سنی 15 تا 29 سال بوده در این سال ها و در سنین مختلف میزان ازدواج و طلاقشون رو میگه. و در جدول بعدی هم که براتون آوردم کلن توزیع سنشون باز هم این به طور ریزتر گفته اطلاعات مربوط به میانگین سن ازدواج هستش، مجموع سن افراد ازدواج کرده در زمان مورد مطالعه به این ترتیب سال 87 اینقدر بوده تا 97، اینم میانگین سن اولیه ازدواج بوده. این جدولی هستش که به طور میانگین در کل گفتن که آمارهای نگران کننده ایه. در حین اینکه به ازدواج ها حالا کاهش پیدا کرده ولی همچنان طلاق به قوت خودش باقی هستش و سن ازدواج کاهش پیدا کرده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان تا بخش خبری ساعت 14.